می‌دونیم که دیروز در شهرهای مختلفی از جمله شیراز اعتراض‌ها دوباره بالا گرفت. تصاویری دریافت کردیم دیشب از معالی آباد شیراز، جایی که در واقع اعتراض‌ها خیلی نقطه مرکزی اعتراض‌ها بوده، و همینطور شنیدیم که می‌دونیم که امروز مدارس در شیراز تعطیل هست. پیشتر مقام های محلی در شیراز گفته بودن که فردا یعنی سه‌شنبه هم مدارس تعطیل خواهد بود، اما دارم میبینم که در خبرگزاری ها رئیس اداره اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان فارس گفته که فردا مدارس در شیراز باز هستن و تعطیل نیستن. به هر حال خبرهای زد و نقیض بسیاری شنیده میشه در مورد شیراز، که گفته میشه یکی از بدترین برخوردها با معترضان اونجا شکل گرفته. نماینده ولی فقیه هم در فارس امروز صحبت کرده، گفته اگه شورای تامین کاری نکنه من خودم با بسیج وارد میدان میشم در شیراز. عملا شرایط پیچیده‌ای در شیراز هست، اما اجازه بدید بریم به این شهر. مهوش از شهروندان همین شهر با ما هست. میخواستم ازشون بپرسم که خانم مهوش، ازتون بپرسم که شرایط چگونه هست؟ آیا امروز آرامتر شده در مقایسه با دیروز؟ سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز محله ما نسبتاً آروم بود، ولی قسمت‌های عفیف‌آباد، صدرا شلوغ بود و جاهای دیگه که من متاسفانه به خاطر محدودیتی که دارم نمیتونم بیرون برم، ولی بچه‌ها با تلفن میپرسن. ولی مثلا تردد خیلی مشکل بوده تا دیشب، به طوری که بچه‌ها وارد صدرا نمیتونستن بشن. صدرا از با هلیکوپتر میگفتن تیراندازی شده. یکی از بچه‌ها که اومده بود اینجا میگفت برادرزادش متاسفانه سال دوم دانشکده علوم پزشکی بوده که اون از بین رفته بود، و یا امثال اینا. متاسفانه خشونت‌ها خیلی در حد بالا بود، آتش سوزی ها که منجر شد به تیر اندازی کردن. اوایلش که تیر می زدن تیرهای پلاستیکی بود که می زدن، ولی دیروز نه، دیروز واقعا تیر اندازی می کردن. و البته دنبال خیلی از جوان ها هم می زاشتن که متفرقشون کنن، و حتی با باتونای برقی می دیدم زدن توی کمرشون، که ناراحتیه که درد کمر و پا یه اندازه داشتن. ولی خب نمی دونیم چی میخواد بشه، واقعا چی میخواد بشه. اگر جوان های ما ناراضی باشن از این وضعیت، به اجبار چرا باید بمونن؟ و بعضی وقتا میگم اینا کسایی بودن که به سوریه یاد دادن که بکش تا بمونی، حالا چجوری میشه خودشون نکشن؟ همینجوری که دستور دادن نه بکشید. آیا امروز هم جنب امنیتی رو شاهد هستیم در شهر؟ در شهر قسمت ما نبود، اصلا برخوردی نبود. ولی جاهای دیگه که مطلع شدم، قسمت های پایین شهر که خیلی شلوغ بوده، عفیف آباد و رحمت آباد بوده شلوغ بوده، صدرا شلوغ بوده، و ولی مرکز شهر خیر. مرکز شهر من چیزی ندیدم. شما کمی گفتید راجع به نحوه برخورد با معترضان که چطور در واقع نیروهای امنیتی برخورد میکردن. آیا خودتون شاهد این مسائل هم بودین یا نه؟ بله بله، خودم شاهد بودم. شاهد آتیش زدن بانک‌ها بودم، شاهد این بودم که جوان ها توی خیابونا شعار برای اومدن شاه میدادن، شعار مرگ بر خامنه ای می دادم، شعارهایی که ما شما رو نمی خوان باید برید. ولی خب ای کاش بش می کردن، ای کاش می شد یه دولت مرد می اومد، یه فرماندهی می شد. یه متاسفانه بچه ها که میان بیرون چیز خاصی ندارم، فرماندهی خاصی ندارم، و زود میتونن متفرق بشن، متفرقشون میکنن. ممنونم از شما خانم مهوش. مهوش از شهروندان ساکن شیراز با ما.